با سلام و درود مجدد خدمت هموطنانم، خدمت عزیزانم. من اول تشکر کنم از تمام دوستان و عزیزانی که راجع به برگشت بنده زار زار کردند. از همتون ممنونم. از همتون ممنونم. ضمن اینکه این کلیپی گذاشتم، تاریخ مشخص نمی کنم، نمیخوام قهرمان بازی در بیارم. زلزله‌ای تو حکومت ایجاد کرده و یک اتفاقی براش افتاده که تا حالا پیش نیومده، اما یک حرکتی هم به هموطنان داده. ممنون از تک تکتون، چونی که موافق برگشته، چونی که مخالف برگشته، چونی که واقعا با تمام وجود دلسوزی میکنه، احساس مسئولیت میکنه. این خیلی خوبه، انسان احساس مسئولیت بکنه خیلی مهمه. تک تکتون ممنونم در هر اندازه و سایز و سن و سال و موقعیتی که هستید. تمام قد تشکر میکنم ازتون و مطمئن باشید که با برنامه میام. بدون برنامه کاری انجام نمیدم، به قول معروف بیگدار با آب نمیزنم. و اینو بهتون بگم دوستان، خیلی از حکومتی هایی که ببینید، من یک سری که از دوستا تعریف میاد واسه من، گفت که فرماندهمون ارتشی بود، فرمانده اومد خونمون، تعجب کردم. فرمانده اومده خونه، میگه منم مجرد بودم، میگه منم ما جو خیلی خراب، رفتم تو آبجو تو اصلا بودم، گفتم جلو جلو ایشون رو خودم با پسته، هیچی نگفت. من آبجو رو با خوردم، ایشون باز کرد خورد، گفت مگه تو مخالف حکومت نیستی؟ گفتم هستم. مگه تو نمیخوای خدمت مردم بکنی؟ گفتم میخوام بکنم. گفت مگه تو نمیخوای نظام ثابت بشه؟ گفتم میخوام بشه. گفت پس چرا این کارا رو میکنی؟ تو الان موقعیتت خوبه، وایستا ریش رو بذار، آبجوت هم یواشکی بخور، هر کار میخوای بکنی بکن، وایستا رشد کن، بیا بالا و جگرنا در پرن در بیار. دوستان، حالا این دوستان قبول کرد، اگر من کار ندارم، ولی خیلی ها تو حکومت هستن اینطورن، در رده بالا هم هستن، فکر نکنید ها، در رده بالا هم هستن، منتظر اتفاقی بیفته و دارن کمکم میکنن. یعنی الان اطلاعات که میاد بیرون، کلیپ های عجیب غریبی که مال خامنه‌ای و اینون میاد بیرون، اینا رو کی میده بیرون؟ اینا همین افراد میدن بیرون. نگه داشته من همچی روزهایی جایگاه خیلی خوبی تو حکومت برای خود دست آوردن با هزار ترفند، به قول خود خمینی خود کردن یا تغییر که هر کاری که کار دادن، ولی الان اینها هستن که داره پته رو آب میریزن، الان اینها هستن که دارن خیفتو میدن بیرون. من شما که نداریم این آرشیوها رو، الان این آمارها این مسئله خیلی هست، اینها میدن بیرون، یواشکی میدن بیرون، خودشو میزن به اونها، خیلی هم خوب هست. اونها هم با من در ارتباط هستن، مطمئن باشید، منم یک سری اطلاعات میدم، جای میدم، با من در ارتباط هستن خیلی هاشون. تک تک شما ممنونم. خدمت شما عرض کنم که راجع به دوباره کلیپ قبلی گفتم که مواد ریختن توی آب، هیچ اثر خاصی نکرده، نیم درصد یک درصد تاثیر گذرا داشته، اما ما میایم فرض میکنیم که اثر گذاشته. دوستان لطف کنن هفته یک لیوان تا دو لیوان شربت زعفران در سراسر ایران مصرف کنن، اما دارم تاکید میکنم شربت زعفران کم رنگ، به خصوص خانمان و خانمهای باردار، کم رنگ یعنی کم ملات، زعفران زیاد نریزید توش، چون زعفران زیاد مشکل ایجاد میکنه. زعفران بخورید و اونایی که براشون مقدور است، دو سه قطره آب لیمو تازه یا سرکه، در صورت نبود خود آب بره تو این آب بریز، اسیدیش کنه آب رو، در کل آب اسیدی بشود، اسیدی که بشه خونساش میکنه این قصه رو، یعنی اگه سیدی هم باشه اثرش به اون حد اقل ممکن میرسه. پس برای احتیاط کار ضرر نداره، یک دو سه قطره، دو سه قطره بیشتر نمیخواد، دو سه قطره بیشتر نمیخواد، بریزید و مصرف کنید. و دوستانی که براشون مقدور هست، هفته یه لیوان حتما نوشابه مشکی بخورند، در سراسر ایران توصیه میکنم هفته یک لیوان، یک لیوان دو نفری بخورن فرقی نمیکنه، من هدفم اینه که اون اسید فسفوریک به مغز برسه، هدف من اینجاست، هوشیاری بیشتر میکنه، برخلاف اون چیزی که دادن که یک مقدار هوشیاری بیاره پایین، این هوشیاری بالاتر میاد، است فسفوری کارش همین.
خب پس دوستان توصیه کنم به هم دیگه، سفارششون رو به هم دیگه که این کاری که اینا کردن. البته روسیه من مطمئنم اون دارویی که باید باشه مثلا نمیتونن به 20 میلیون نفر نمیتونه همه کارو شکست خوردن، هم شکست خوردن شک دیگه اصلا نکن. و اتفاق خیلی خوب تو کشور افتاده، یه نافرمان مداری خیلی جالب تو کشور اتفاق افتاده که اکثر طلا فروشی ایران انگشتر رو نمیدونم گردن و هر چی میسازن تره تاج بهش میدن، استقبال خیلی خوب شده و این خیلی خوبه که خریدار اون که تاج هست رو میخره، یعنی ناخواسته در عمل خواسته ناخواسته جامعه رو بوتر سوق رو جامعه طلا فروشی رو سوق میده که تاج و امسالان خریدار بیشتر داره، آرمای شیر و چیز آرمای پرسپولیس امسالان خریدار بیشتر داره و اونا میره طلا فروشی مشتری میخواد و این خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا فردا اتحادیه طلا فروشی تهران اعلام کنه که مثلا نکنن چیکار دیگه، حرفو گذشته گفتم شما 38-9 سال تمام قد بازنده بودید، هیچ کاری برنده نبودید، مشخصه دلار 7 تومن وقتی بشه 4000 تومن یعنی باختید، بنزین 3 تومن بشه 3000 یعنی باختید، گوشت که کیلو اینقدر همه چی باختید، یعنی یک جا برنده ندارید، یک جا برنده ندارید، اقتصاد کشور اونجوری بره اینجا برسه یعنی باختید، مهندس اینجوری یعنی باختید، حالا عمد و صعبش به جای خودش که دست شما عمدی بوده، بیکاری به اینجا برسه یعنی باختید، در دنیا پاسپورت ایران ذلیل بشه به اینجا برسه یعنی باختید، یک کار مثبت تو دنیا نکردید، یک کار یک کار فقط تنها خدمتی که به کشور کردید کاری کردید یه سری فرار مقصد ها که شاید تاقی افته و برن و دنیا رو تسخیر کنن، این تنها حسن تو 1000-2000 اشکال اقرام اینه، اونا خودشون رفتن به دست شما که شما کشته بودین، کدوم کار یه جات بگو یه جاتون رو بگید هیچ. پس ملتی که اینو آگاهن میدونند، بهره بانکی رو باختید، بانک‌ها رو باختید، مسکن رو باختید، آب رو باختید، منابع زیرزمینی از بین رفته باختید، کشاورزی رو باختید، تمام چیزها رو باختید، هر چی بوده باختید، خودتونم باختید، رئیس جمهور قبلی و وزیر تو مملکت چیه اونا رو باختید، از همه مهمتر ملت ایران رو باختید، یک ملت شریف مأخوز به حیا، انسان قریب نواز مهمان دوست معرفت انسانیت رو باختید، گنجی رو باختید که قابل جبران نیست دیگه، حرفاتو خریدار نداره، مثلا برفرض که علم خدا مثلا حرف میزنم دوستان از این همینه تو کوزش همینه، این اینجوری فکر میکنه، همه جوبتونم باختن، بالاتونم باختن، پایینتونم باختن، همه جور باختید، همه جور باختید، ملت همه جور پیروز شده و پیروزتر هم میشه، ملت ها پیروز هست، خود ملت یه خوردن باورشون بعضی هاشون نمیشه چون 38 تو قفس بودند، سیاست رو باختید، اخلاق رو باختید، معرفت رو باختید، همه چی رو باختید، یعنی کل باخته، کل باخت، تمام باخت، یک مورد نداشتید، فقط این وسط آخه قماربازا وقتی بازی میکنن، قماربازی میکنن توی جای میرن بازی میکنن، اون صاحب خونه به اصطلاح مشهدی شکیل میگیره، هر طرف که برنده بازنده بشه یه چیز انعام میگیره، اون برنده است، این در وسط کره جنوبی شد کره جنوبی، امارات شد امارات، ترکیه شد ترکیه، کشورهای دیگه رو اومدن اونها بردند از کیسه ملت و شما همه جور باختید، به خصوص خرافات رو باختید، این رفتیم توی این لباس قایم شدید و مردم این لباس براش قداستی قائل بوده احترام بقید. اون هم باختید، هیچ چیزی که ندارید همه جور دارید باختید، حالا هم که روزای رفتنتون هست جایی به رفتن ندارید، اونجا هم باختید، لبنان باختید، سوریه رو باختید، عراق رو باختید، کجا میخواید برید؟ برید به تشویر یمن، خوب اونجا لاغر وبا هست یه جای شما رو میکشه، کجا میخواید برید؟ همه جا رو باختید، جایی هم که میخواید برید میترسید چون دیگه جهان دهکده کوچیک جهان شده، هر سو اخصومه به شما میشناسن، خوب سوابقتون جمع کردن، از تو خود رو خیلی اعتماد میره بیرون، خوشبختانه افرادی هستن که اونجا ریشه دنبال زدن ریشه شما هستند. خب خدمت شما یه مسئله یه تازه عنوان میکنن یه سری از این اپوزیسیون خارج کشور، متاسفانه متاسفم براش راحت بهتون بگم جهان اول جهان دوم، دوستان از یک زمانی من فکر میکردم مثلا این آب تراب دنیاست، گفتم که حتما هست
بالا برسه اتفاق کار خودم شد آب و بررسی و تحقیق راجع به آب دم هیچ آبی در دنیا بهترین آب دنیا نیست. هر آب برای منطقه خودش ساخته شده است. اون آبی که مثلا برفرض برای مثلا کشور آمریکا و فرانجا ساخته شده برای همونجاست. اون آب برای مردم ایران مضره. آب مثلا دماوند تهران برای مردم اونجا مضره. این آب هر جا برای چه ساخته شده. هیچ جا ما جهان اول نداریم. ایران جهان سومش نکنید. ایران از خیلی نظرها در دنیا اوله. اینقدر خودتون تحقیر نکنی. تو تحقیری، تو کولی زاده هستی، تو کولی هستی، تو در بدری، تو بیوطنی. حق نداری به ایرانی که چهار سوم. شاید در بعضی مسائل مشکل باشه ولی ایران سابقه تاریخی داره، ایران ریشه داره. ریشه میفهمی چی ریشه چی؟ بی ریشه دیگه نگی ایران جهان سوم و جهان اول. تو فکرت مشکل، تو فکرت جهان سومی است، تو خودت مشکل داری. هیچ جای دنیا دوستان از من محمدی بشنوید به عنوان کسی که حداقل 70% دنیا رو گشته بشنوید و باور کنید هیچ جای دنیا جهان اول نیست. هر جا مشکلات خاص خودش داره. از یک اروپا هستم و آمریکا هستم بپرسید ارش یک سگ و بچه از پدر مادر خانواده بیشتره، ارش یک سگ بیشتره به خاطر سالی 200 500 میلیارد دلار قضیه سگ گربه فروشن ارش سگ بردن بالا قانون بهشون اجازه میده. به پدر مادر تو لیاقت نگهداری بچه ندی، تو دولت داری، این جهان اوله. هنوز نصف بیشتر مردم اروپا، نه اروپا 80% آمریکا و کانادا هنوز خودشون نمیشورند، این جهان اوله. وقت 90% آلودگی دارن. خب مشخصه وقتی نمیشوری باید دست خودت میگی آلودگی است، این جهان اوله. فرانسه که تا 30-40 سال قبل 50 سال قبل تو کاخ ورسای میادن سرپا کنار چیز ادرار میکردن، این جهان اوله. نکنید. هر کس مشکلات خودش داره، هر کشوری با توجه به جغرافیایی، با بوده اقلیمی، با تاریخیش مشکلات خاص خودش داره. بیایم اگه بزنیم ترازو، غیر از حکومتی که ما تعمیر کردن به کشور ما تعمیر کردن بسنجید، امتیاز بدیم ببینیم کی اوله در دنیا. اگر ایران با 10-15 نمره بالاتر نبود من هیچی نمیدونم. اونم که حرفا میزن خودشون مشکل دارن، خودشون اینا کسی هستن که از ایران نون میخورند، با تحقیر ملتشون، با تحقیر کشورشون نون میخورن. اینا پس حکومت هم که عوض که میشه به زودی اینا باز میان دوباره شروع میکنن به پارازیت ور کردن اینا که نون بخورن. اما این معمل رو برد تک تک باید کار کنید، باید کار کنید، کار با دست، با بدن، با فکر، باید کار کنید. با روزنامه نگاری و نمیدونم شروع باز در آوردن مثلا این دوره نه تموم شده است دیگه. الان دنیای مجازی و افسانه دیگه مردم سرد نقصه تشخیص میدن، خوبه تشخیص میدن، حرفای ببخشید صد تیغا تشخیص میدن. دیگه اون دوره دیگه تموم شد که با مغلطه و سفسطه و امثاله هم بخواید کار نکنید. این آخوند جواب تمیشون کار نمیخواد بکنه، میخواد با حرف در بیاره. نخیر، باید کار بکنه. آخوند میخواد آخوند باشه، بره کار کنه، حقوق در حقوق بگیره، کار کنه، کار مفید انجام بده. آخوندیش هم بکنه، چه اشکال داره بکنه اگه کرد. شماها هم که در دنیا نشستید اون بر حرف میزنید، حالا میفهم کم کم داره قضیه میشه حرف میزنید، باز شروع خدای میکنه جهان سوم جهان اول. نه، تو همون جهان اولت بمون، همون جا بمون. آقا اصلا لازم نیست تو کشور برگرد، هیچ لزومی نداره، چون کشور آینده این نیست. کشور حداقل 30 سال توش کار بشه، همه باید کار کنه بدون تعارف. شاعری باید کار کنی، نویسنده باید کار کنی، شعر و هنر اینها در کنار کارت، چون هنرمندی که هنرش باید بفروشه، شعرش با شعرش باید زندگی بکنه، اون چیز توش در نمیاد. مخصوصا 30 سال آینده کشور ایران سازندگی است. هنر خیلی خوبه، ارزشمنده، اما فروشی نیست. هنر فروشی هنر نیست، معامله و تجارته. باید کار کنید، باید کار کنید، حتی اگه هر چی فکر میخوای بکنید. خب خدمت شما که ببینم دیگه موردی دیگه هست من نگفته باشم. بله، یه جمله بود این اول این شورش که خمینی اومد توی بهشت زهرا، گفت مملکت 20 سال طول میشه به وضع اول برگرده. ما نفهم وضع اول کی، ولی الان برگشته به اون اواخر حکومت قاجار. کاش که یکی از این مفسرین بگن آقا منظور خمینی کی بوده، 20 سال برگرده وضع اول کی بوده. اینم یه سواله دیگه. نه، به کجا دارید میرید؟ دیدید که همه جا باخته، همه کار خراب کردید، الگوتون که یه چه زمانیست. ولی خب
سفره چنش را پهن کرد. بیراحتی ها جمع نمیشه. باز هم برای ملت کار کردن مونده. باز هم بارقاهایی هست که اصلا جاهایی هست که اصلا فکر شما بیرون بوده خوشبختانه. و اتفاقات خوبی در راست. عزیز دلید ایام بکنم روزگارتون خوش. تا کلیف بعدی دوستان به هم دیگه صحبت کن، به هم بگید، واقعیت رو بگید. حکومت در طول 38 سال یک برگ برنده نداشت رو کنه، همش باخته و این خیلی خوبه. خدا نگهدارم.